نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه 12 ذی‌الحجه سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با تکالیف معصومین و ائمه اطهار علیهم السلام فرمودند: در روایتی آمده که از جانب خدای عزوجل تکالیف معصومین علیهم السلام در اوراقی نوشته شده و بر آنان نازل شد. به عنوان مثال آنچه که توسط امام حسن مجتبی علیه السلام صورت گرفت دقیقاً مطابق با آن چیزی بود که در آن ورقه نوشته بود و آنچه که توسط امام حسین علیه السلام نیز انجام شد دقیقاً مطابق با تکالیفی بود که در آن ورقه برای آن حضرت نوشته شده بود. معظم الله در ادامه فرمودند: این موضوع برای تمامی معصومین و ائمه اطهار علیهم السلام نیز وجود داشته که به امر خدا تمامی تکالیف خود را بر اساس آن اوراق نوشته شده انجام می دادند. ایشان همچنین تأکید فرمودند که معصومین علیهم السلام همگی اسوه و الگو برای بشر هستند و تمامی اعمال آن بزرگواران برای ما حجت است. همان گونه که قرآن کریم در آیه 21 سوره احزاب در رابطه با رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرموده که و رسول خدا برای شما الگویی نیکوست. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. بله بله خب نقل نشده این 10 سال حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه بعد از امام حسن صلوات الله علیه نرسیده به ما خیلی کم همین خب همین قدر نه حکم تابع موضوع، گاهی موضوع اونجوریه، گاهی موضوع اینجوریه دیگه. لحاظا فقیه لازم داره، اهل خبره لازم داره. اهل خبره میخواد که تمیز بده اون 10 سال، یعنی 9 سال و چند ماه حضرت سید الشهدا با این چند ماه 6 ماه آخر. بله بله نه درست نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.